دانشگاه پلی‌تکنیک، دوم آبان 1358، ساختمان نیمه ساز. سلام. مهدی کجایی؟ پس خیلی وقتی جمع شدن. ممنون خبر دادی. فقط کسی نفهمه من خبرت کردم. سلام. یکی دو نفر نیومدن. سلام نیست که بیشتر از این معطل کنه. بسم الله. سلام علیکم. سلام. بسم الله الرحمن الرحیم. همونطور که میدونین آمریکایی‌ها شاه آوردن آمریکا تا کنار دست خودشون باشه. ما شک نداریم که یک توطئه علیه انقلابه. پس اگر حواسمون رو جمع نکنیم، اگر سرمون رو مثل کپ بکنیم توی بر، حواسمون نباشه، با یک کودتای آمریکایی کل انقلاب رو میفرستن هوا. ابرقدرتی مثل آمریکا به خودش جرأت داده که تو کار تمام ملت‌ها دخالت بکنه و آزادی و استقلال اون کشورها رو به بازی بگیره. ما دیگه فقط در مقابل ملت خودمون مسئولیت نداریم. ما در مقابل تمام انسان‌هایی که آزادی خواه هستن امروز مسئولیم. شما دارین می‌بینین هر جنایت بشری که داره اتفاق می‌افته همیشه پای آمریکا در میون بوده. هر جای دیگه هم که مردم قیام کردن توسط رژیم دستشونده خود آمریکا سرکوب شدن. ملت ایران 25 سال خفقان و بیداد شاه و مجبور شد تحمل کنه برای کودتای آمریکایی 28 مرداد. ما دوباره نباید بذاریم تاریخ تکرار بشه. امروز آمریکا در کمین نشسته تا دوباره با توطئه‌های مختلفی که راه انداخته به منابع غنی، سرنوشت و مقدرات ایران دست پیدا کنه. شما می‌بینین که در طول ماها پس از پیروزی انقلاب اسلامی چه توطئه و خرابکاری هایی که نکرد. ما شک نداریم که در پشت پرده دست جنایتکار آمریکا در میونه. پس حواستون رو جمع کنین، الان وقت حرف زدن نیست، وقت عمله، وقت یک حرکت، یه حرکت انقلابی.
حرکت ما باید به نوعی باشه که بلافاصله انعکاس بزرگ جهانی داشته باشه. دیوار بلند تبلیغات امپریالیسم آمریکا تمام واقعیات ایران رو دیگرگون کرده. غافلگیرشون کنیم، وادارشون کنیم از این بایکوت خبری عادی جلوه دادن حضور شاه تو آمریکا خارج بشن. باید بتونیم ژست انسان دوستانه کارتر رو هوا کنیم. این حرکت قطعاً و صرفاً باید علیه آمریکا باشه تا به نتیجه برسه. واسه این هر کاری که می‌خوایم بکنیم باید یک اقدام انفجاری باشه. پیشنهاد ما تصرف سفارت آمریکاست. بدون اسلحه، بدون زد و خورد. حتی اگر اونا هم تیراندازی کردن. تنها سلاح ما شعار الله اکبره. این حرکت مثل تظاهرات میلیونی ملت ایران در طول یک سال انقلابه. آمریکایی‌ها تو همه این سال‌ها، بلخص تو این 8 ماه اخیر، هر جا دلشون خواسته کنوانسیون‌های بین‌المللی رو نقض کردن. حالا فقط ما می‌خوایم برای 2-3 روز مقاومت کنیم. همین. انقلاب تو مرحله‌ای که نیاز به جانفشانی داره. نیاز به از خود گذشتگی داره. من اون روز با آمادگی شهادت به میدان میام. ما باید با این حرکت انقلابی قدرت ملت ایران رو به دنیا نشون بدیم. آره، کوکامون راست میگه. بچه ها، ما اگه میخوایم نشون بدیم که قدرتی بالای تمام ابرقدرت ها وجود داره، همین الان وقتشه. دقیقاً الان وقتشه. باید نشون بدیم قدرت مطلق فقط و فقط از آن خدای یکتاست. هیچ کدوم از ما تردید نداریم که توی همه نارومی‌ها و ترورها دست توطئه‌گر آمریکا پنهونه. همین الان معلوم نیست تو سفارتخونه‌شون چه توطئه‌هایی دارن می‌چینن. ما نباید کودتای 28 مرداد رو فراموش کنیم. همون کودتایی که باعث شد دولت ملی دکتر مصدق سرنگون بشه. اگر فکر کردید که آمریکا از یه همچین لقمه چرمونر می یعنی ایران دست میکشه، خیلی خوش خیالی. متاسفانه اونا دوباره دارن شبیه دوره مصدق عمل میکنن. یعنی دارن یه کودتای جدید میچینن. اون موقع دکتر مصدق از روحانیت دست کشید. به خاطر همین تونستن کودتا کنن. بچه ها، یکی از رمزهای بقای ما اتحاده. درسته که ما از دولت و اوضاع عمومی دلخوشی نداریم، ولی یه سوال بزرگ مطرحه. واکنش امام چیه؟ میتونیم با امام در میون بذاریم، اجازه بگیریم. بعید نیست امام اجازه ندن. لازمه از امام اجازه بگیریم؟ ما چی کاریم که تو امور کشور دخالت کنیم؟ اونم تو این وضعیت ملتهب. آقایون، یعنی ما شک ندارم این حرکتی که ما میخوایم انجام بدیم مورد استقبال عموم قرار میگیره. اصلا توی قضیه شک نکنید. خب؟ این یک. دو، این که یادمون نره بچه ها، راهپیمایی این جمعه میتونه تاثیر مستقیمی برای تصمیم گیری آیندهمون داشته باشه. فقط ما یه عالی میخوایم، همین. یه موضوع دیگه ای هست. تا اوایل پیروزی انقلاب، چریکای فدایی برای تثبیت ژست ضد امپریالیستی خودشون با یه حرکت مسلحانه یه چند ساعتی سفارت رو میگیرن. چند نفرم کشته و زخمی میشن. یه خبرایی هست که انگار دوباره میخوان همچین حرکتی بزنن و این فرصت تاریخی رو برای همیشه از ما بگیرن. خودشونو دلسوز مردم و انقلاب جا بزنن. ببین، برای ما فقط مهم اینه که امام از این کار ناراحت نشن. برادران، این بحث رو بذاریم برای جلسه بعد بهتره. اگه نتیجه نگرفتیم آبرومون رو قربانی میکنیم، همونطور که جونمون رو تو خطر انداختیم. خیلی خوب،
پس اشغال سفارت آمریکا بهترین کاره. اگر همه تو موافقین بریم برای بس روی نحوه اقدام. Will the cameras work? All will be connected. See? Those cameras on the walls, out there, those at the main gate, they are in perfect order. All under your thumb. Okay. We are watching the whole place like an eagle. Perfect. جمعه 4 آبان 58. بالاخره رفتن. خسته نباش. بله. الو تام. خبری نیست؟ دوربینات چطوره؟ واقعا کارشون خیلی عالیه. اگه پشت سفارتم داشته باشیم خیلی خوب میشه. آره چی میگی؟ همینا رو هم نمیخواستم بفرستم، میگفتن لازم ندارین. باش باش، بای 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 بای. شاین تو
برادر کجا رفتن؟ اونا که با تظاهرات رفتن جلو سفارت. تو چی شیری یا روبا؟ بعضا وجدان گرفتن. یعنی چی؟ مامانو به بهونه گرفتن ویزا کشوندم آوردم اینجا. 2 ساعت تو صفی منوزی چی؟ خب میخوای بسپرمش به یکی دیگه؟ ببین به نظرم ساختمون کنسولگری خیلی جای خوبی برای ورود به سفارت نیست. هم جای پرتیه، هم محل رفت آمد مردمه. خب اگه اینجوریه که میگی مثلا اون ورودی رو بذارن کنار. اصلا واسه اشغال سفارت ورودی خوبی نیست. آره به نظرم بهتره. خب دیگه. خیلی خب پس من برم به مامانم بگم برگردیم خونه دیگه. محبوبه. ببین من اگه جای تو بودم این ویزا رو میگرفتم. بابا خدا رو چه دیدی؟ شاید دوباره کنسولگریشون رو تعطیل کردن. مگه خودت نمیگی مامان دلتنگ برادرته؟ چرا دلتنگ که خیلی هست. آخه نمیدونی که چی شد. چی شد؟ یه خانم اومد قشنگ خارج صف برای خودش رفت تو. ها. با اشفگری و این چیزا دیگه. مامانم هم اینو دیده حالش بد شده میگه برگردیم خونه. تو فهمیدی ما چه خبطی کردیش؟ بابا اینجا راجبه اشغال سفارت صحبت کردیم. خب اینجا که کسی نیست. یعنی چی کسی نیست؟ مگه نمیگن سفارت میکروفون داره؟ خب حتما الان دارن استراحت سم میکنن دیگه. بس میگی. خوبه پس بذار بهشون بگم. چیو؟ Go home Yankees. Listen Americans. This is a revolutionary country. Your imperialist and arrogant presence in our dear Iran has come to its end. We no longer allow you to do anything you want in our country. We have no room here for aggressive. بابا ساکت شو یه دفعه اونجا رو ببین. آبروت رفت دختر. برادرا همه دیدن. من برم. دست شما در نگم. قربونت برم. تا فردا. خدا رو شکر برگشتی. مگه سفر قندهار بودی حاجی؟ مگه قرار نبود بعد نماز مغرب و عشا برگردی؟ سلام علیکم. سلام علیکم. والا این جادم شده مصیبت. اتفاقا امروز یه جلسه بود قرار شد به وزارت را تذکر بدن این اتوبان قم رو درستش کنن. 5 ساعت از قم تا اینجا تو راه بودی؟ میارزید. قرار شد زندانی های سیاسی دورشا یه ملاقات با امام داشته باشن. چی شد ویزا گرفتین؟ این بچه که حواسش به ویزا نیست معلوم نیست دنبال چی میگرده. بعد این همه سال یه سر به علی رضا بزنین خوبه. شما که همیشه مخالف بودین چی شد نظرتون عوض شده؟ الان اوضاع عوض شده. شام رفته اونجا. ممکنه بچه‌ها بخوان تو نیویورک تظاهرات کنن. اونجا باشی بهتره. حاجی جانم پریشونی؟ نکنه علی رضا طوری شده؟ استغفرالله. حاج خان خدا رو فراموش کردی؟ مگه پسرتو با اون نسپرده بودی؟ پس دلنگرانی واسه چیه؟ سید تو چشات با من حرف بزنه هیچ وقت خوشا نکن. سلام حاجی بابا. سلام عزیزم. بیا. کتابی که خواسته بودی برات گیر آوردم. بفرم. کدوم کتاب؟ دستتون درد نکنه. خریدینش یا امانتیه؟ از یکی از همحجرایی‌های سابقم گرفتم. بالاخره نفهمیدم ویزا گرفتین یا نه؟
باید میگرفتی؟ خب آره دیگه. پس چی شد؟ شما که میگفتین زنگ میزنین علیرضا خودش بیاد. آقای کامران دیدم، از کردستان اومده بود امامو ببینه. میگفت دانشیان اتحادیه اسلامی تو بیمارستانی که شاه خوابیده تظاهرات کردن. بازم غیرت دانشجوهای ایرانی تو آمریکا. مادرت نباید بفهمه. چیو؟ پلیس نیویورک ریخته همشونو کتک زده. چند تا از اعضای اصلی مثل علیرضا هم گرفتن. میگن زیر شکنجه. به به حاج خانم، میبینم پدر دختر خوب خلوت کردی. دست شما درد نکنه. مشتاقم دخترم طلبه بشه. شاید از سر صدقه ایشون ما هم آدم شدی. نمیخوام دخترم مثل راهبه ها بشه. این چه استمزاجی حاج خانم؟ لا رهبانیت فی الاسلام. من حرفمو زدم سید، دیگه خود دانی. Yes, sir. Of course, sir. He's bringing him in. He's here for a meeting with Thompson. Of course, sir. Through the basement? Yes, sir. Go to the next camera. Sure, sir. They're in. Of course, sir. They'll be there soon. Yes, sir. They'll be with you in a minute, sir. Goodbye, sir. مستر آقای فریدون، اولین باری که به اینجا میایید؟ من افشار هستم، فریدون افشار. آقای تیمسار پالیزبان اسم شما رو کامل گفت. خب به فارسی گفتم، شاید فریدون کافی باشه. بفرمید. اشکالی نداره. بفرمید دو. شما فریدون خطابم کنید. آقای فریدون، ایران به میهن پرستانی مثل شما احتیاج داره. خب ما دائم میگیم ایالات متحده در صدد براندازی نظام جمهوری اسلامی نیست. امیدوارم برنامه پیشنهادیتون طوری باشه که به این اصول خدشه وارد نکنه. خوبه بدونید صداتون داره ضبط میشه. منم کمی فارسی میفهمم. شما هم که دارید فارسی حرف میزنید. خب قطعا نمیخواید جار بزنید که در صدد کودتا هستید. ما یه ضرب المثل داریم. شطور سواری دلدا دلدا نمیشه. بله. با توجه به اینکه از ساختمان اصلی وارد شدید، بهتره تا قبل از نیم ساعت اینجا رو ترک کنید. پس شروع کنید، اول کمی خودتون رو برامون معرفی کنید. من از مدارس میسیونری در رضایه ارومیه امروزی فارغ التحصیل شدم و در دانشگاه‌های جان هاپکینز و اوکلاهاما تحصیل کردم. من سلطنت طلب هستم، ولی این دلیل نمیشه که شاه پرستم باشم. اگه ولیعهدم بخواد برگرده به ایران، خب میتونه برگرده، ولی باید اینو بدونه که دیگه نمیتونه مثل پدرش محمد رضا پهلوی باشه. ما میتونیم افسران ناراضی و تبعیدی ها رو در این قیام
کنار هم جمع کنیم. ما برای پیشبرد نقشه ها و اهدافمون احتیاج به شماها داریم. پول و سلاح. خب برنامه زمانبندی شما چیه؟ من از هر جهت باید خیالم راحت باشه. مستر افشار، همه چیزم که با هم میخواید یک جا. اول گرین کارت. خب برای خودم یه شغل تدریس در یکی از دانشگاه‌های معتبر. دانشگاه معتبر. پس که اینجا قراره پای کار بمونه. من 6 ماه تونستم تو ایران مخفی باشم. از این قیافه‌ای که جلوتون نشسته خیلی خوشم نمیاد. اما چاره‌ای ندارم. برای اینکه شناسایی نشم و به دست دادگاه‌های انقلاب نیفتم. من حالا از شما یه انتظار دارم. برای خروج من و خانوادم از ایران کمک کنید. میخوام گرین کارت براش صادر بشه. همسرم نمیخواد در سرزمینه بدون موزیک باشه. من خودم گرین کارت دارم. راستی بهتره بدونید پسرام عاشق بیسبالن. میخوام ترتیبی بدین که بزرگی در یکی از دانشگاه‌های گیل یا شیکاگو یا حداقل اوکلاهاما ثبت نام کنه. ببینید، من تا حالا برای این سازماندهی 150,000 دلار هزینه کردم. حمله به پستای بازرسی سپاه پاسداران و یکی دو انفجار کار ما بود. ما حداقل 50,000,000 دلار باید پول داشته باشیم. شما میدونید قیمت یه جسد چقدره؟ 30,000 ریال، یعنی 400 دلار. خب باید یکی این پولا رو تامین کنه. پول باشه، امکانات باشه، تجهیزات باشه، اسلحه باشه، همه چی رو برا باشه، بقیهش دیگه با من. اما با تبیدیا و نارازیا هیچ امیدی به این ساواکیا و ارتشیا نیست. اینو گفته باشم بهتون. با چقدر پول میتونید شروع کنید؟ آمریکا یا ایران؟ نمیدونم، برای چی اینجا اومدید؟ نباید میومدم. خودتو چی فکر میکنید؟ باید میومدم. خیلی خوب. برای چی اومدید؟ به نظر شما همه چی مرتبه؟ نیست. من 6 ماه در مخفیگاهمم. الان که میومدم دیدم چند تا از این بچه های بی سر و پای بچه کمونیست دانشجو دارن از سفارتتون فیلم میگیرن. به نظر شما این عادیه؟ نمیدونم. تا 6 ماه پیش یه رگبار رو ساختمون خاری نمیکردن، شبشون روز نمیشد. اینجا نوشته شما نماینده رضایه همون ارومیه بودید زمان شاه. بله بودم، ولی در آخر نموندم. فساد شاه زیاد شده بود. خمینی هم روی همین از تونست شاهو بیرون کنه. فکر میکنید شاه میتونه برگرده؟ شما میخواییم برش گردونی؟ نظر شما چیه؟ به نظر من اصلا نزدیک شاه نشین. تهرانو میخوای؟ ما میتونیم 2 روزه براتون بگیریمش. 2 روزه؟ 2 روزه. سلام. سلام بابا. کسی با من کار داشت؟ شریف زادم. برادرت اومده دنبالت. برادر من؟ سلام خوارمت. سلام. یه لحظه. ما هر طور شده باید بریم پشت بون خوابگاهتون. میتونید یه کاری کنید ما بریم بالا؟ نه باید بدونم میخواین چی کار کنین. اگه قرار بود توضیح بدم که با نگهبانی هماهنگ میکردم. از این داستانای اشغاله؟ اشغال چیه؟ چه میدونم؟ مثل هتل‌ها. کی بیاییم ما؟
همین جوریش هم نمیذارم دختر غریبه بره تو. دیگه چه برسه به شما؟ خب میخواید بگم یکی دوتا از این خواهرای دانشجو بیان؟ به عنوان تعمیرکار بیاین. ما هر طور شده باید بریم بالا. بگین میخواین آنتن تلویزیون رو تعمیر کنین. یه چند روز یه ریخته به هم. یه ساعت دیگه خوبه؟ یه موقع بیان حداقل که تلویزیون برنامه داشته باشه. پس ما چهار میگه. This is the right place. Okay, sir. Put a camera there. That's better, mm-hmm. sir. خوب بود جنرال. به پای تو که نمیرسم. ولی تلاش تو کردی. سرجوخه حاضر. بابام از سلاح‌های جدید چه خبر؟ نارجک اندازه 20 میلی متری هنوز نرسیده. برای این تفنگ‌ها اومده. نارنجک‌های دودزا و گازاشکاوری جدیدو که تازه رسیدن بذارین دم دستتون باشه. نمیخوام وقتی که رسیدم پنتاگون بشنوم که غافلگیر شدید. متوجه شدی سرجوخه؟ بله قربان، اطاعت میشه. پس تو هم رفتنی شدی ها؟ بله، امشب پروازمه. افسرهای شاه از اینجا نمیشه آورد پای کار. حالا که شاه و پناه دادیم همه اونا دلگرم شدن. ببینم چقدر به قولی که دادن حاضرن عمل کنن. تا الان در ایران بیش از 20 گروه سازمان مدعی براندازی شدن. به کدومشون میشه اعتماد کرد؟ به همونی که ما پشتش بیستیم. فکر کنم حق با توه. Bodo.
میشه لطفاً این تفنگ بدیم جدید؟ نسبتاً خوش دستره. بیام تا سرجخه؟ بله قربان. ببینم اینا امروز رسیدن؟ بله قربان، همین امروز رسیدن. همه افراد باید بدونن این روزا باید در آماده باشه کامل باشن. نباید کسی پستشو سرسری بگیره و غفلت کنه. مفهوم بود؟ حتما قربان. خوبه. مسلحه. ببین حواست باشه، نمیخوام یه وقت روی اشتباه باشه در سر بزرگ درست بشه. حواستمون هست. تو اینجا چی کار میکنی مهناز؟ اصلا فکر نمیکردم اومده باشی بالا. چی همه جور دنبالت گشتم، یادم افتاد کلیدتو گم کردی. وسطو بردم. نگهبان تو راهه، فکرشم خیلی پره ها. ماهید، چرا خدا این کار میکنی نتونه بیاد بالا؟ چیکار کنم؟ برم دست و پاشو ببندم؟ رسید دیده ناهید، بهت میگم برو تو اتاقت. برو تو اتاق، من تلویزیون رو درست میکنم. سمیل کن چون ناهید، تو رو خدا سیریش نشو، ولن کن، برو تو اتاق. برو چون، یعنی چی؟ شما اینجا چیکار میکنی؟ چی گفته بیا اینجا؟ چیگر رو بریم فهمینا؟ اومدن آنتن رو درست کنم. آنتن چی چیه؟ شما اینجا چیکار می‌کنی؟ چی اجازه داده بیاین اینجا؟ بیاین بریم پایین. نه بیا برو پایین. چی داره آیا پایین؟ شما کارتو بکن. اینجا هر کاری فقط با مجوز شورای خوابگاه انجام میشه. همین شورای خوابگاه عمدن این کارو میکنه که دانشجوها نتونن تلویزیون ببینن. میگه فقط تلویزیون واسه حزب جمهوری اسلامیه، واسه بقیه گروها نیست. من این چیزا عالیم نمیشه. هر کاری باید فقط مجوز داشته باشه. گفتم مجوز. بیا برو پایین آقا، بیا برو پایین. من تا این آنتن رو درست نکنم از اینجا پایین نمیام. آنتن رو درست نکنم چی؟ بیا برو پایین. نه آی دستم. اینجا بریم. اینا خبری بود اون بالا؟ هدفهای متحرک خوبی بودن برای تمرینه تک تیر انداز. بگیره سرجوخه. مجید عکس هم میگیری؟ ای بعض وقت از طبیعه یه روزی عکس میگیری. سلام بود جانم. عزیزی جون و خدمت شما آقا جون. ممنون مرسی. زیاد نروز خودش بچه. جون بی احتیاطی کردم. اینو به چی به خود آوردی؟ مجبور بودم، چاره دیگه ای نداشتم. کجا میخوای چاپو زورش کنی؟ یه عکاسی روش نمیشناسم بیارم اینجا. مطمئنی؟ امروز امام خمینی به مناسبت فرارسیدن 13 آبان و روز دانش آموز پیامی خطاب به ملت ایران پوشو زیادش کن. پوشو. در بخشی از این پیام امام خمینی دانش آموزان و
دانشگاهیان را مورد خطاب خود قرار داد. امام در فراز آخر پیام خود آوردند: دشمنان ما در هر فرصتی، خصوصا در این روز، از هیچ توطئه‌ای دست بردار نیستند و با هر وسیله ممکن می‌خواهند آرامش را از ملت عزیز سلب کنند. بر دانش آموزان، دانشگاهیان و محصلین علوم دینی است که با قدرت تمام حملات خود را علیه آمریکا و اسرائیل گسترش داده و آمریکا را وادار به استرداد این شاه مخلوع جنایتکار نمایند و این توطئه بزرگ را بار دیگر شدیداً محکوم کنند. این همون برنامه ای رفت؟ انگار یکی رفته از امام پرسیده وظیفه ما چیه؟ امام هم راه کار نشون داده. کجا میری؟ من میرم به بقیه بچه ها خبر بدم. تو بشین آرتو بخون بخون سیدش.